نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید، شعاری که پس از حمله انتحاری در آموزشگاه در غرب کابل آغاز و به سراسر جهان متکثر شد. در آغاز زنان و دختران فردای آن روز در جاده شهید مزاری در غرب کابل به خیابان آمدند و این آغاز شد بر ادامه اعتراضات در سراسر افغانستان و نقاط دیگر جهان. فردای حمله شماری از دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی در کابل و سپس دانشجویان دانشگاه بامیان و دانشگاه هرات به این اعتراضات پیوستند. هرچند این اعتراضات با شعارهای نسل کشی را بند کنید و آموزش حق ماست شروع شدند، اما طالبان با بی‌رحمی تمام دختران را از برچی تا هرات و روز سوم اعتراضات در بلخ و بامیان با بی‌رحمی تمام سرکوب کردند. در بلخ دانشجویان را در زندان انداختند و دروازه ها را برویشان بستند، اما شماره که توانسته بودند خود را بیرون بکشند این اعتراضات را به خیابان کشاندند و ادامه دادند. این اعتراضات طالبان را خشمگین کردند و از برنامه تظاهرات دانشجویان دانشگاه مرکزی دانشگاه کابل با خبر شدند و در غذای آنان یک شب قبل از برگزاری اعتراضات مواد سمی و مسموم کننده انداختند تا جلوی اعتراضاتشان را اینگونه بگیرند. گزارش های تایید ناشده از دانشگاه کابل حکایت از آن دارد که شماری از دانشجویان در وضعیت بدی قرار دارند و حتی گفته می شود که یک تن از دانشجویان نیز جان باختند. این برخورد طالبان اعتراضات مردمی را برانگیخته و تظاهرات ها را فراتر از افغانستان در شهرهای مختلف جهان از جمله شهرهای هانوفر و دوسلدورف آلمان، تورنتو کانادا، واشنگتن دی سی و چند شهر دیگر در آمریکا، در شهر فرانسه، در ایتالیا، در اسلام آباد و بلوچستان پاکستان همچنان ادامه یافت. در کنار این تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابانی، فعالین اجتماعی و مدنی این دادخواهی را به شبکه‌های اجتماعی و بالخصوص تویتر کشاندند که 3 روز بدین سو در بلندترین سوژه داغ افغانستان در سطح جهان قرار دارد. این دادخواهی همچنان جریان دارد و تاکنون بیش از 1.5 میلیون بار در تویتر منتشر شده است. در این دادخواهی شهروندان افغانستان از همه اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی شرکت کردند. چهره‌های سیاسی چون شکریه باریزه، حنیف اطمر، نصر احمد اندیشه، محمد کریم خلیلی، مارشال دوستم، سرور دانش از معاونین پیشین ریاست جمهوری، عبداللطیف پیدرام، منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش نیز به این دادخواهی پیوستند. 51 young girls from Hazara ethnic group have been killed immediately and more than hundreds are severely injured. That is pure misogyny and genocide of our Hazaras. و آنان با بارگزاری هشتگ استاپ هزاره جنوساید آن را حمایت کردند. شماری از چهره های سرشناس و معتبر در سطح جهان نیز از این کمپاین با هشتگ استاپ هزاره جنوساید حمایت کردند. از جمله الف شافاق، معروف ترین نویسنده ترکی بریتانیایی، با بارگزاری عکسی از دو دانش آموز جان باخته که آثار وی را خوانده بود و برنامه مجدد خوانیش آن را پس از آزمون کنکور داشتند توییت کرد. این اعتراضات قرار است تا 8 اکتبر سال جاری میلادی همچنان ادامه یابد و به تاریخ 8 اکتبر در سراسر جهان در پایتخت کشورهای مختلف این تظاهرات به شکل وسیع و گسترده آن برگزار خواهد شد. در حمله انتحاری که در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل اتفاق افتاد، تا کنون با استناد به گزارش یونما و روزنامه‌های مختلف 54 تن دانش آموز در این حمله جان باخته و بیش از 112 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون در این زمینه
هیچ گونه اقدامی که بتواند قناعت معترضین را برآورده سازد اقدام نکرده و آمار دقیق و نهایی را نیز از جان باختگان این رویداد در اختیار رسانه ها قرار نداده است.